ببین اینجا یه تیکه دیگه میگه که آقا اینا چیز کردن کودک کشی کردن فلا همون چرتا پرتای که همیشه میگه گوش کنی غربی نشان دادن که تو این قربی ها نشان دادن که تو این چندین سال یا چند قرن که دم از حقوق انسان و حقوق بشر و اینا میزنن آها. یک سر دروغ گفتن شما راست میگه اینو نشون دادن ثابت کرد شما هم دوستان نشون دادید که من هر شب باید بگم عزیزان لایک بزنید لایک بزنید که این پاها برسه کربلا شما هم یک در کنار لشکر شمر عزیز یه تو سری به این امام حسین هر کی لایک بزنه انگار یه دونه زده تو سر امام حسین لایک ها بیاد بالا دمتون گم یعنی ده هزار کودک آكی. کشته شدن ده هزار کودک کشته شدن لعنت بر هماس خب لعنت بر تو خامنه ای شما اینا رو سپر انسانی قرار میدید و الانم ثابت میکنم کسی که میاد اتفاقا تو بیت رهبری وعید خذاب یک جمله امروز گفته من پشمام همچنان ریخته از جمله این مرسی لیندای عزیز بابت استیکر قرمز مرسی دمتون گم زنده باشید واه با قرمز زنده باشید شوخیه بله شوخیه بله کودک مظهر معصومیته عجب. بعد این کسی که کودک های خود مردم ایران رو کشته کیان پیرفلک ها رو کشته مادرشون هم میلی. هم تو کودک می کشی هم مادرشون رو میندازی زندان و تحت فشار قرار میدی تو همین زن زندگی آزادی آماری این رژیم کودک خودمون رو داشته باشی چقدر کودک کشته لعنت بر اون امام حسینه توفت و صورت اون حضرت علی بیاد که تو اینقدر راحت میتونی دروغ بگی از هر باشه. محضر سپر انسانی است بله از نظر شما کودکان محضر به سپر انسانی هم. نقطه اساسی است که عواطف انسان رو برمیانگیزه آخه عواطف و انسان درو خدا یه خود روحیاتت نحیف و لطیف و ردیفه ببین یعنی یکی دیگه از دلایل شکستتون همین صحبتاتونه بچه شیه وقتی که میزنه تو خط احساسات یعنی چی یعنی باخته بچه شیه زمانی که احساس میکنه پیروزه دیگه میگه گور مردمی که مثلا بودن دیگه ما در خیبر شکوندیم. حالا گور کسانی خیلی ممنوع شهر رو زدی گور کسانی که گور پدر کسایی که تو اون داستان خیبر بچهایی که زندگی میکردن و ما گفتن تو داستان بنی قریزه که مردم رو سر بریدید پدر رو سر برید مرد رو سر بریدید گوره بابای اون بچه دو ساله ای که جلوی چشم شما پدرش رو سرش رو بریدید اون عواطف نداره اونجا دیگه هیدر 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 هی همیشه یادتون باشه مظلوم نمایی مال زمانی که شکست کامل میدانی خوردن مثل آشورا وای علی از خدا دیدی تشنش بود و فلان خب این یکی از دلایلی که من میخوام بگم شما شکست خوردی از های خودتونه شما اگه ور میگی حماس پیروز است اگه ور داری میزنی تو خط همون حتی روایه مظلوم نمایی این مظلوم نمایی رو کی میاد بچه شییه رو میکنه زمانایی که مثل آشورا شکست خورده و یا نه مثل جنگ هایی به مانند خیبر و به جنگ هایی به جنگ نه آدم چه دقیقا جنگ خیبر و اینا قارته اگر در غارت هاتون پیروز بشه دیگه این حرفا نیست یا کشدار مردم خودتون در داستان مبارزه با این چی بشه خوارج شما اونجا چون زریر ها لطا پار کردی کشتی دیگه اون پدر خوارجی که یه بایت خوارج پدر نبودن بچه نداشتن ولی شما اونها رو قتل آم میکنی دیگه در مورد کودکانی که پدراشون مثلا حالا شما بهشون یه لیبل به زدید گفتید خوارج دیگه اونا کاری نداری اونجا دیگه هیدر هیدره همیشه یاد بچه و کودکان در زمان شکست میفتن این یکی از دلایلی که شما شکست خوردید ده هزار از این موجودات رو. اها. اسرائیل با بمب دو, دو تونی از بین برد بچه زده دقیقا اوکی دروغ میگه با انواع اقسام سلاح از بین برد غربی ها خم به ابرو نی بردن <applause> سیاست غربی رسوا شدن <applause> سیاست غرب رسوا شد شکست خوردن این باش. شکست است دیگه از تمدن غرب کسی حرف نزنه تمدن غرب اینه نه کیان پیرفلک رو که کشتی بچه های مردم کسی از شیعه صحبت نکنه شیعه اینه کسی دیگه از شیعه صحبت نکنه جنایات شیعه در تاریخ البته تاریخ رو کن زیست خودمون آقا ما چیکار داریم به تاریخ فقط ما زیست کردیم شیعه رو ما زیست نکردیم شیعه رو زیست ما زیست جاری ما در مورد شیعه کاملا روشن شیعه اینه شیعه این جنایت هاره کرده خب این تمدن این این شیعه کثیفه خاک تو سر حضرت علیتون میکنم بکنم این شیعه است بچه شیعه اینقدر خواهشان تهدید نکنید دیگه قربون شکلتون الان چند سال داری منو دو سال داری منو تهدید میکنی پشم صورت هم, هم نخوری دیگه خفه شدی دیگه هی تهدید میکنی تهدید میکنی براش اهمیت نداره آها. که پول رو باش. از مردم خودش با انواع و اقسام بگیره و بفرسته برای اینکه بچه های کوچک و فرزندان کشته بشن خانواده ها نابود بشن ده هزار بچه شهید بشن چندین هزار بچه یتیم بشن خب حالا بچه بچه که داره میکنه همین امروز یک تصویریه که من تو یوتیوب نمیتونم نشون بدم در کانال تلگراممون گذاشتم برید اونجا ببینید یک تصویری که امروز اینا در میدان فلسطین دیگه اومدن یه بیلبوردی زدن که آقا شما اسیراتونو رو نمیتونید آزاد کنید اسیراتونو رو فراموش کنید بعد رو صورت اسیرای اسرائیل که در خاک غزه هستن تمام تصاویر این اسیرا رو گذاشته دونه دونه صد و خورده اسیر اسیرو رو صورتشون خون پاشیده و تعداد قابل توجهی از این اسیرها کودکن و حتی چند تاشون نوزادن <applause> یعنی دیدم امروز رو امروز هم گذاشتم تو تلگرام رو دست صورت نوزاد اسرائیلی رو گذاشته روش خون پاشیده یعنی ما اینو میکشیم این این بچه کش که امروز این خودش تو میدون فلسطین خودش این تصویر رو گذاشته که من نمیتونم تو یوتیوب نشون بدم به خاطر قوانین اما وعید خذاب امروز صحبتی رو کرد که ماهیت واقعی شیعه رو بعد از جمله ای که رائفی پور گفت گفت مزیت مادر شیعه عملیات انتحاری است و گفت حتی جعلی شد در داعش و القاعده ساختن گفت عملیات انتحاری از آن من بچه شیعه است و جعلی رو در القاعده و داعش درست کردن یعنی داعش و القاعده رو از رو دست من جنایات داعش و القاعده رو از رو دست من شیعه درست کردن کی گفت اینو رایفی پور گفت که گذاشتیم و شنیدید حالا جمله ای رو این وعید خذاب میگه که همون خط روایی وای کودکان غزه و فلان اینا نباید در شمال غزه اینا کودک میکشن فلان میکنه اسرائیل اینا از اون حرفا میزنه ولی یک جمله ای رو یک دفعه میاره میگه در مورد شمال غزه که اینا دارن شکست میخورن چون اگر اسرائیل برنامهش اینه که تمام مردم از شمال غزه خالی کنه کسایی که اونجا میمونن دیگه تروریستای حماسن با خیال راحت بدون اینکه حماس سپر انسانی داشته باشه با اینا درگیر شه یه مشکلی که اسرائیل داره با این ها اینه که اینا مردم و سپر انسانی قرار میدن و اسرائیل نمیتونه با اینا راحت بجنگه چون تا میاد اینا رو بکشه اینا لا به زن و بچه مردم قایم میشن ببینید قبل از حمله اسرائیل به خاک غزه اینا ویدیوهایی که نشون میدادن خود حماس میگفتش که آقا اگه بیاید ما شما رو میگیریم و میجنگیم اینا بعد در این ویدیوها یک چیزی خیلی جالب بود همشون با لباس ارتشی و رزمی با لباس و یونیفرم نظامی داشتن برای اسرائیل کلکل کل میکردن و کری میخوندن اما به محضی که اسرائیل وارد خاک غزه شد تا به امروز که یک سال من دارم این جنگ روزانه رصد میکنم و اصلا به نظر من دکترای جنگ غزه رو باید به من بدن انقدر با جزئیات بررسی کردن ما حتی یک فریم حتی یک فریم ویدیو نداریم یک تصویر نداریم که یک نیروی حماس با لباس نظامی جنگیده باشه همه اینها با لباس غیر نظامیان برای استتار در بین مردم قزه اقدام تروریستی خودشون رو جلو بردن خب پس یعنی چی یعنی سپر انسانی کودکان غزه سپر انسانی حماسن برخلاف حالا صحبتی که خامنه اینو دارن میکنن یعنی کودک کش جمهوری اسلامی و حماس ما نمیتونیم کودکان غزه رو ببینیم گریه نکنیم و نگیم لعنت بر حماس اگر کسی کودک غزه رو دیده گریه کرده و گفته آقا لعنت بر آقای نتانیاهو و اسرائیل بیشور است تعارف هم نداریم مرسی کردی عزیز کسی اگه کودک غزه رو میبینه فوش به آقای نتانیاهو و اسرائیل میده این از یک بیشعوری مطلق داره رنج میبره تو بیشعوری چون اون کودک غزه توسط حماس پر انسانی اگر هم نمیفهمی از زبان خودشون گوش کن چی میگه قبلا که عملیات تروریستی انتحاری رو گفتن جزء مذیعت های شیعه است و حتی دایش از روی دست اینا ورداشته الان تعریفی میکنه آقای خذاب که ما داشتیم کتلت درست میکردیم با خانم من کتلت رو اینجوری میکردم خب هدفون تو گوشمه من چون هدفون بلوتیسی دارم میذارم تو گوشم صحبت اینا رو چیز میکنم داشتم کتلت چون خانم من که اصلا اعصاب این بیشورا رو نداره گوش کنه من ولی خب دیستم زیاد گوش میکنم داشتم کتلت رو اینجوری میکردم که بندازم توی روغن یک دفعه این جمله رو گفت من همینجوری موندم خانم چی شد گفتم نازی میدونی چی داره میگه استوب زدم همون دقیقه تعریف کردم این داره میگه اصلا باور نکردنیه حالا چی داشت میگفت گوش کنیم حسونی که خب داره قانع میشن که آقا برید برید خب میگه که آقا تو جبلیا اسرائیل کاری داره میکنه که مردم دارن قان... مردم دارن قانع میشن که جبلیا رو رها کنن یعنی شمال غزه رو رها کنن و اسرائیل درگیشه با حماس واقعا ادبیات به کار گرفته شده چیز مهمیه و کلا تصویری که هست که خب داره قانع میشن که آقا برید برید جنوب اونجا بهتر خودشون هم دارن پای خودشون دارن اصلا لفظ قانع دارن قانع میشن که برن در هر حال این در شمال ولی در این حال مقاومت شبیه ماهیه که در آب زنده است اگر مردم از شمال کامل تخلیه بشن مقاومت نابود نمیشه حماس نابود نمیشه قبلا هم در برنامه قبلا با اوردا صحبت یعنی حالا در جنوب باقی میمونه در بخش های دیگه هست اما اون جایی که میتونه اثرگذاری بهتر و بیشتر باشه جایی که شما مردم باشه دیگه نخواهم. آره خیلی حداقل خیلی, خیلی خیلی کار سخت نمیشه. اما ف... چی گفت پشماتون رو گفت مقاومت مثل یک ماهی میمونه که نیاز به آب داره مردم غیر نظامی غزه رو تشبیه کرد به آب و مقاومت رو تشبیه کرد به ماهی حرامزاده زنازاده شیعه من شاشیدم به این سازمان فکری کثیفتون من شاشیدم تو حلق تشنه امام حسینتون شما اگر واقعا راست میگفتید مردم دوست بودید شما باید آبی بشید و مردم ماهی نه اینکه مردم برای شما آب بشن خیلی حرفش سنگینه اینجا خیلی حرفش سنگینه باور کردنی نیست که میگه آقا مقاومت مثل یک ماهی که نیاز به آب داره مردم اگر از شمال غزه بیان بیرون یعنی چی یعنی آبش رو از دست میده مقاومت و این ماهی بدون آب میشه البته نابود نمیشه هستش ولی کار براش سخت میشه یک بار دیگه این جملاتش رو بشنوید که ذهن پلید این حرام لقمه های حسین پرست رو بهتر بشناسید وقتی که میگم کسی امام حسین رو قبول داره انسان سالمی نیست تو اگر فاطمه زهرا رو قبول داری اگر حسین رو قبول داری اگر علی زنازاده رو قبول داری آدم نیستی حیوانی و این اگر کسی بعد از این جملات بگه که آقا کودک ای مثلا کشته شده مثلا فوش بده به اسرائیل تو تو بی‌شعوری عزیزم کودک غزه ای برای اینا حکم آب داره میگه آب است ما ماهی هستیم باید شنا کنیم یعنی چی یعنی سپر انسانی با یک زبان دیگری گفت مردم غزه سپر انسانی هن. که دیگه من نمیگم یه بار دیگه گوش میکنیم مثلا تو حرفش نمیپرم که اینکه که خب داره قانع میشن که آقا خب برید برید جنوب اونجا بهتره خودشون بزن. هم دارن با پای خودشون دارن اصلا یه لفظ قانع سازی دارن قانع میشن که برن در هر حال این در شمال ولی در این حال مقاومت شبیه ماهیه که در آب زنده است اگر مردم از شمال کامل تخلیه بشن مقاومت نابود نمیشه حماس نابود نمیشه قبلا هم در برنامه قبلا با اوردو صحبت یعنی حالا در جنوب باقی میمونه در بخش های دیگه هست اما اون جایی که میتونه اثرگذاری بهتر و بیشتر داشته باشه جایی که شما دا مردم باشه بله جایی که مردم باشن تاثیر بهتری میتونن بزنن چرا چون مردم چیه مردم سپر انسانیه مردم جایی که باشه بهتر میتونه مقاومت کنه دیگه راست میگه ببین تمام دعوایی که اسرائیل میگه مردم نباشن در جنوب لبنان و اینا میگن مردم باشن بحث سپر انسانیه فرق اینا با اسرائیلیا اسرائیلیا مردم رو میبرن توی پناهگاه ها از غیر نظامی ها محافظت میکنن ببین یه تصاویری بعد وقتا در میاد که سرباز حماس یا سرباز اسلامی کودک و گذاشته جلوش و سرباز اسرائیل کودک رو برده پشتش این تصاویری بعد وقتا میگه پروپاگانداست نظریهشون هستن ببین داره تئوری سازی میکنه که آقا جایی که مردم باشن خب تاثیر مقاومت بهتره چون اون سپر انسانی مقاومت مقاومت میتونه لابلای مردم قایم بشه و کار تروریستی بکنه ولی اگر مردم نباشن مقاومت دیگه نمیتونه لای مردم قایم شه کار تروریستی کنه باید مردانه به جنگ این که میگن حماس یک سال مقاومت کرده یک سال قایم موشک بازی کرده یک سال پنهان شده لای مردم و اسرائیل اگر بزنه چهار تا کودک کشته میشه بعد اینا میتونن یه بهانه هم داشته باشن در سرتاسر سر جهان اسرائیل رو بده کنن من در این جنگ بهم ثابت شد اسرائیل یکی از اخلاق مدارترین ارتش های جهانو داره و سازمان فکری اینها گفتم من جانورشناسم مغز اینا رو موشه کافی این چی خیلی ریلکس هم میگه این قضیه رو فکرم نمیکنه حرف بدی داره میزنه هم مرسی یعنی سطح ریلکسی و سرباز روح الله تایید میکنه یعنی این سطح ریلکس یعنی پذیرفته است دیگه آره آقا مردم عادی سپاره انسانی هم. آقای آقا میر باقری گفت دیگه آقا هزار تا کشت کشته شدن همین نصف عالم کشته بشن مهم این مسیر ما حالا صحبت های دیگه ای هم امروز زیاد کرده وعید خذاب که امروز نمیرسم داشته باشم یعنی این جملهش خیلی خطرناک بود مقاومت شبیه ماهیه که در آب زنده است اگر مردم از شمال کامل تخلیه بشن یعنی مردم آبن اگر مردم از غزه از شمال غزه تقلیه بشن مقاومت بدون آب میشه مقاومت نابود نمیشه حماس نابود نمیشه قبلا هم در برنامه قبلا با رودا صحبت کردیم کار سخت میشه درسته بعد به مردانه بجنگد به این نظریاتشون فاجعه است آیا خامنه یک ساعت داشتید میگفتی که کودک کشی میکنه اسرائیل حالتون خوبه نظریاتتون اینه دستتون رو شده ببین ما وقتی بهتون میگیم شیعه رو نابود میکنیم از اصر اصل اینترنت برادر اگر تا الان تونستید به این حیات انگلوار خودتون ادامه بدید اصر اینترنت نبوده که مثلا یه آدم مثل امیدانا بشینه یه استدیو را به نزد دهنتون رو سرویس کنه این واقعیته یعنی اینها مسائلی که شما به سازمان فکری اینا باید نگاه کنید و اینا هم تاسف داره و هم خنده داره واقعا فاجعه است نه اصلا باورم نمیشه که یه آدمی انقدر وقیح باشه و در این ساعت کار تروریستی رو تئوریزه کنه اما از این قضیه بیام بیرون یا این بیرون